مردی که برای تست کردن یه بازی کامپیوتری استخدام میشه اما نمیدونه چه آینده وحشتناکی در انتظارشه. گلاسیا سلام. امروز میخوام یکی دیگه از قسمت‌های سریال بلک میرور رو ببینیم به اسم پلی تست یا تست بازی. همونطور که قبلا هم گفتم هر قسمت این سریال یک فیلم جداگانه است و نیاز نیست قبلیاشو ببینید، ولی اگه خواستید لینک پلی لیستش رو اینجا براتون میذارم. بریم ما فیلمو ببینیم. حواس نو اسپویل کامل صحنه‌های خشنشم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی کوپر رو میبینیم که لوازمش رو جمع کرده و میخواد به یه سفر بره. مادرش هم چند بار زنگ میزنه اما خب کوپر حوصله‌اش رو نداره و تماس رو جواب نمیده. برنامه‌اش اینه که تا جایی که میتونه کشورهای مختلف رو بگرده و همین کارم انجام میده. از جمله هند، فرانسه، ایتالیا و تمام اروپا رو میگرده و در آخر مقصدش به لندن میرسه. توی لندن که داره میچرخه یه دفعه متوجه بوسه یه زن و شوهر میشه و خب خیلی بهشون حسادت میکنه چون خیلی وقت از زندگی عاطفیش دور شده. برای همین هم توی گوشیش برنامه دوستیابی میریزه و از طریق همون با یه دختری به اسم سونیا قرار میذاره. خیلی زودم با هم اوکی میشن و میفهمه که سونیا یه گزارشگر و در زمینه آیتی و تکنولوژی هم فعالیت داره. خیلی از افرادی که توی این زمینه کار میکنن هم میشناسه. بعدم با هم میرن خونه و اشغالشون بیشتر میشه و همچنان کوپر جواب تماسهای مادرشون نمیده. وقتی سونیا میپرسه چرا این کارو میکنی، اون بهش میگه که من اصلا دلیل سفر کردنم اینه که از خونم فاصله بگیرم. پارسال پدرم بعد از اینکه یه آلزایمر طولانی مدت داشتشون رو شاید دست داد و منم حوصله ندارم اصلا مامانم رو تحمل کنم. اونقدرم با هم صمیمی نیستیم. بعد چند روزم کوپر میخواد برگره به کشورش یعنی آمریکا. وقتی میره بلیت بخره تازه میفهمه که تمام کارت‌های اعتبارش از کار افتادن و نمیدونه دلیلشون چیه. به پشتیبانی زنگ میزنه و بهش میگن چند تا خرید داشتید که هیچ کدوم مورد تایید نبودن و برای همینم حسابتون رو مسدود کردیم و باید بیاید اینجا در موردش صحبت بکنیم. خب کوپر نمیخواد از مادرش هم پول قرض بگیره، برای همین برمیگره پیش سونیا. میره پیشش و بهش میگه که میخوام یه کاری اینجا پیدا کنم تا یکم پول در بیارم سری و بعدش بلیط بخرم و برم آمریکا. توی روزنامه و اینترنت ها میگردن و بالاخره با یه تبلیغ خیلی جالب مواجه میشن. تبلیغ از یه شرکت بازی سازی که قراره به چند نفر پول بدن تا بیان و بازی جدیدشون رو براشون تست بکنن. خب این خیلی مورد توجه کوپر قرار میگیره و سونیا هم این سازنده ها رو میشناسه. سازنده یکی از بزرگترین کسایی هستش که بازی‌های ترسناک جهان تولید کرده و خیلی زود قرار ملاقات باهاش رو ترتیب میدن. وقتی کوپر میرسه اول از همه پوستر این بازی جدید رو میبینه که عکس یه خونه دورافتاده و یه مقداری ترسناکه. بعدم دختری به اسم کیتی میاد سمتش که تکنیسیان این شرکت رو قرار مسئولیت تست کوپر رو به عهده بگیره. با هم دیگه میرن به اتاقی و قبل ورودم گوشی کوپر رو میگیره و کاملا خاموشش میکنه که یکم این مرد مشکوک میشه اما حرفی نمیزنه. یه دونه قراردادم جلوش میذارن که چیزای زیاد و خاصی توش نیست. برای همینم میخواد راحت امضاش کنه اما میبینه که صفحه امضا توی اون نیست. برای همینم کیتی میره که یه قرارداد دیگه براش بیاره. بعدم یواشکی وقتی کیتی میره بیرون گوشیشو برمیداره و روشنش میکنه و یه عکس از جعبه که جلوش میگیره و میفرسته برای سونیا. یه جعبه کمک‌های اولیه و پایین پیامش هم مینویسه فکر کنم جریان خیلی داره جدی میشه. کیتی برمیگرده و قرارداد جدید جلوش میذاره و این بار دیگه کوپر نمیخونه، فکر میکنه همون قبلی است و خیلی راحت امضا میکنه. بعدم میشینه روی صندلی و دستگاهی روی سرش قرار میگیره. کیتی از پشت یه دونه دستگاه دیگر رو توی گردنش فرو میکنه که اسم این دستگاه هم قارچه. بعدم میشینه پای کامپیوترش و انگار یه سری چیز توی این دستگاه آپلود میشه. چند لحظه بعد کوپر تصاویر کامپیوتری رو به صورت واقعی میبینه. حتی شخصیت‌های مختلف روی میز جلوش ظاهر میشن و میتونه باهاشون بازی بکنه. بعد این تست‌ها کیتی بهش میگه تو آماده ای و بیا بریم به اتاق اصلی. و حالا با سازنده اصلی بازی ملاقات میکنه. این مرد بهش میگه که بازی که قراره انجام بدی شخصی ترین بازی ترسناک دنیا شناخته میشه. به خاطر اینکه یه هوش مصنوعی روش ساختیم که با توجه به ترس‌های واقعی تو و چیزهایی که نمیتونی انجام بدی خودشو تغییر میده. یعنی تو قراره فقط بزرگترین ترس‌های زندگی تو ببینی. اونم خیلی ذوق داده میشه و تصمیم میگیره انجامش بده و سازنده هم یه سری اطلاعات دیگه توی ذهنش آپلود میکنه. بعدم سوار یه ماشینی میشن و به خونه میرن که قرار آزمایش اصلی اونجا روی همه پیاده شه. وقتی میرسن کیتی میگه که تو باید تا وقتی میتونی و هنوز تحمل داری توی این خونه بمونی، ولی هر وقت بخوای بگی ما از اینجا بیرون میکشیمت. یه دونه هنسویی هم بهش میده که باهاش در ارتباط باشن و تاکید میکنه که چیزهایی که اینجا هستن قرار نیست بهت آسیب فیزیکی برسونن و فقط توهمن. خلاص
مناسب کیتی میره و کوپر شروع میکنه به گشتن این خونه و یه دونه بطری شرابم میبینه و برش میداره. بعدم شروع میکنه به صحبت با کیتی و در همین حال هم یه دونه کتاب که جلوش رو باز میکنه. در حال خوندن کتابی که یه رفعه یه دونه عنکبوت میبینه و از جاش میپره. با وحشت میره سمت عنکبوت و بالاخره لهش میکنه و تازه میفهمه که اینم یه توهم بوده. خب به هر حال خیلی از عنکبوت میترسیده. چند لحظه بعد چراغ‌ها خاموش و روشن میشن و کوپر با وحشت به کیتی میگه یه نقاشی روی دیواره که از این خونه کشیده شده. وقتی چراغ قطع و شد، یه سایه جلوی پنجرهش کشیده شده و مطمئنم میگه تغییر جدیده. همین لحظه هم صدای پای طبقه بالا شنیده میشه و خیلی وحشت زده تر میشه. همین لحظه که برمیگرده، یه مرد جلوش وایساده که خیلی میترسه. اسم این مرد پیتره. کسی که توی بچگی کوپر قلدر محلشون بوده و توی مدرسه هم خیلی اذیتش میکرد و به هر حال یکی دیگه از ترس‌های بزرگ کوپر محسوب میشه. ولی خب شخصیتش تکون نمیخوره و فقط همونجا وایستاده و کوپر هم به کیتی میگه که چه اتفاقی افتاده. کوپر بازم بهش توجهی نمیکنه و میره جلو و شراب دیگه ای میریزه. در همین حال کیتی بهش میگه میدونم الان خیلی ترسیدی، چون تو هر وقت میترسی شروع میکنی به زدن حرفای چرت و پرت و الان هم داری همین کارو میکنی. کوپر هم اعتراف میکنه یکم زیادی این خونه ترسناک شده. همین لحظه است که از طرف دیگه یه دونه عنکبوت عظیم الجثه ظاهر میشه و کلش هم شبیه صورت پیتر، همون قلدر مدرسه است، که خب این بیشتر از همه کوپر رو میترسونه. کیتی و افراد دیگه شرکت هم اونو زیر نظر دارن، ولی خب هیچ کسی تو این خونه غیر از خودش نیست. عجیب اینه که همین لحظه هنسفری کوپر هم از کار میفته و دیگه صدای کیتی رو نمیشنوه و یه دفعه یه نفر به در میکوبه. کوپر با نگرانی در باز میکنه و اون طرف سونیاه. سونیا یه دونه قرارداد دستش که برای همین شرکته و داد میزنه که افراد این شرکت خیلی عوضیان. خیلی چیزها رو بهت نگفتن و قرارداری که امضا کردی با اون چیزی که خونده بودی فرق داره. اینا میخواستن تو رو بکشونن اینجا و همیشه این کار رو با توریست‌ها انجام میدن، چون کسی دنبالشون نمیگرده. این بازیشون تا حالا بارها تلفات داده. اما کوپر هیچ کدوم اینا رو باور نمیکنه و فکر میکنه سونیا هم بخشی از همین بازیه. هرچی سونیا بیشتر اصرار میکنه بیا بریم بیرون، اون حرف بهش نمیزنه و قبول نمیکنه و در آخر سونیا عصبانی میشه. چاقوی آشپزخونه برمیداره و به کمر کوپر میزنتش. با همدیگه درگیری شدن و کوپر میفته زمین و وقتی که میخواد به سونیا حمله کنه، یه رفعه این دختر و چاقویی که تو کمرش بود ناپدید میشن. میفهمه اینم توهم همین بازیه. با تمام شدن این جریان دوباره هنسفریش هم کار میفته و دیگه کوپر خسته شده. به کیتی میگه من دیگه نیستم، اگه میشه بیام بالا و این جریان رو تمومش کنیم. اونم بهش میگه آره بیا طبقه بالا، اوکیش میکنیم. میره اونجا و میشینه. چند لحظه میگذره و حالا کیتی و سازنده بازی میان و یکم نگرانن. میگن که هر کاری میکنیم نمیتونیم جریان رو متوقف کنیم یا دستگاه رو از گردنت بیرون بکشیم. ممکنه اگه در بیاریمش به مغزت آسیب برسه. جالبه که وقتی کوپر میگه چه اتفاقی اون پایین افتاده و سونیا بهش حمله کرده، کیتی و سازنده رد میکننش و میگن غیر ممکنه که بهت آسیب فیزیکی برسه. این قضیه فقط توی ذهن تو اتفاق میفته. خیلی عصبانی تر شده کوپر رو از ته دلش فریاد میکشه و همین لحظه چشماشو باز میکنه و میبینه همچنان توی اتاق سازنده بازی و انگاری همه اینها کلا توهم بودن. کیتی سری دستگاه رو در میاره و جالبه که وقتی نگاه کوپر به ساعت میفته، میفهمه تنها یک ثانیه توی بازی بوده و همه این چیزها رو دیده. خلاصه که پولش رو میگیره و بعد خدافظی بلیتش رو میخره و سمت آمریکا راه میفته. وقتی که به خونه میرسه با خوشحالی میره طبقه بالا و به مادرش سلام میکنه. مادر جوابشون نمیده. کوپر میره جلو، به خاطر رفتارش جواب ندادن تلفن معذرت میخواد، اما مادر بازم حرفی نمیزنه. گوشیشو برمیداره و شماره تلفن کوپر رو میگیره. انگار اصلا کوپری که جلوشه رو مشاهده نمیکنتش. کوپر بالاخره واقعیت رو میبینه. اون بار اولی که وارد اتاق آزمایش شد و دستگاه رو به گردنش وصل کردن، یه دفعه یه اتفاقی افتاده و انگاری تشنج میکنه. سازنده بازی و کیتی هم میان و هیچ کاری ازشون بر نمیاد. در آخر هم کوپر جونش رو همونجا دست میده. این در حالی اتفاق میفته که مادرش هم به ای زنگ زده و همچنان پشت خطه. سکانس بعد کوپر رو دارن توی پلاستیک سفید میذارن. سازنده بازی و کیتی هم دارن حرف میزنن و میفهمیم که دلیل این اتفاق روشن بودن گوشی کوپر بوده. بعد از اینکه پیامو برای سونیا فرستاده، یادش رفته مثل قبل خاموشش کنه و خب فرکانسی که تولید کرده باعث شده اون دستگاه توی مغزش یه رفعه همه چیشو از کار بندازه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. آقا یه نکته بگم، من یه فیلم دیگه ساخته بودم برای این روز، من تا وقتی آپلود کردم لیمیت گرفت. اینو دارم خیلی سریع میسازمش که اینو بذارم تا حالا لیمیت اون یکی بررسی شه و اونم آپلودش کنم. اینو خیلی فوری جمع کردمش. خلاصه اگه مشکلی داشت خودتون ببخشید.
پلیتست مثل تمام قسمت‌های دیگه بلک میرور یکی از وحشتناک‌ترین جنبه‌های تکنولوژی تو زندگی انسان‌ها نشون میده و اونم چیزی نیست جز تاثیر بازی‌های کامپیوتری روی ذهن آدم‌ها. اول بگم این بحثی که پشت بازی هستش خیلی جالبه، اینکه شخصیت‌های داستان بر اساس بازیکن اداپت میشن، یعنی می‌بینن ترس‌های طرف چیه، چه چیزهایی رو می‌خواد انجام بده، چه چیزهایی رو انجام نمیده و بر اساس جنبندی اونا میاد محتواش رو تغییر میده. این منظرم خیلی چیز جالبیه و قطعا هم تو آینده نزدیک خودمون قرار شاهدش باشیم با این علمی که پیشرفت کرده و هوش مصنوعی مثل ChatGPT. خدا میدونه که 10 سال دیگه کجا قرار باشیم. در مورد این قسمت سریال باید این نکته رو هم بهش توجه بکنیم. خیلی جالبه که توی این فیلم میخواد ما نشون بده که انسان‌ها تا چه مرحله‌هایی رو قراره پیش برن فقط برای اینکه خودشون رو سرگرم کنن یا از سرگرم کردن دیگران پول در بیارن. ما دیدیم سازنده این بازی هیچ توجه خاصی به اتفاقی که برای کوپر افتاد نکرد، اصلا براش مهم نبود و خیلی راحت مثل معلوم نیست چندها سوژه دیگه اینم کنار گذاشتش، فقط به خاطر یه اشتباه کوچیک طرف گوشیش مثلا روشن بوده. همونطوری که گفتم میخواد نشون بده که یک سازنده ممکنه تا کجاها پیش بره و اصلا براش مهم نیست که سر دیگران چه بلایی بیاد. پس شماها به عنوان کسایی که درگیر تکنولوژی، درگیر بازی هستن، تنها کسایی هستید که میتونید به خودتون اهمیت بدید، نه اون سازنده و نه صدها نفر دیگه. خیلی مهمه اینو بدونیم، چون وقتی پا توی سیستم ترسیدن جهان، سیستم بازی‌های ترسناک، فیلم‌های ترسناک، خیلی چیزهای دیگه می‌ذاریم، باید مراقب باشیم که داریم چه کاریو انجام میدیم و باید بدونیم که ممکنه پا تو چه مخمصه‌ای بذاریم. نکته بعدی که به نظرم تویستش جالبه، یعنی از اول فیلم شما چند بار این پایان‌منه تو ذهن تغییر می‌کنه. اول که سونیا رو می‌بینی توی اون خونه، فکر می‌کنی که خب پس واقعاً سونیا واقعیه و یه اتفاقی قراره بیفته. اما وقتی که اون چاقوه رو میزنه بعد میبینی که نه اصلا وجود نداشته، توهم بوده، با خودت میگی پس یعنی الکی بود. خلاصه که 5-6 بار این دیدگاه تغییر میکنه و منظرم خیلی جالب تغییرش میدن. لازم هم نیست دوباره تکرار کنم همه قسمت های بلک میرور در مورد تکنولوژی و تاثیرات مخربش تو زندگی انسان ها و خب اینم یکی از اوناست، نمیخوام زیاد در موردش صحبت کنم. تو نسبت به قسمت های دیگه اش مقدار سطحی نگری بود و خب به هر حال هر چه بخوام میگم تو قبلیام تکرار کردم، بازم میگم اگه دوست دارید ببینیدشون میتونید از اینجا تماشا کنیدش. مراقب خودتون باشید، لایک، کامنت، ساب یادتون نره. دوستتون دارم، دوستتونم گرسی.